موسیقی سنتی ایرانی، ترکیب نوت‌هایی از کمانچه، دف و سه‌تار آمیخته با عکسایی از جانباختگان خیزش سراسری. تلاش‌ها برای رساندن صدای زن زندگی آزادی به خارج از مرزهای ایران در این ایام بهاری، ساختمان شهرداری پاریس مرکزی میزبان کنفرانسی از فرهنگ و همبستگی ایرانیان بود. Cette soirée, c'est dans le cadre du printemps des femmes et de la solidarité qu'on organise chaque année. گرد همایی امشب در قالب برنامه بهار زنان و همبستگی برگزار می شود. در این برنامه ما هر سال به مدت 2 ماه تلاش می کنیم هنرمندان را در مرکز توجه قرار دهیم و مردم را نسبت به جنبه های گوناگون حقوق زنان آگاه کنیم. با نشست امشب دوست داریم مخاطبانمان را که عموماً اهالی این محلند با اتفاقاتی که در ایران می‌افتد آشنا کنیم و آنها را به سمت کشف فرهنگ ایرانی و نشان دادن همبستگیشان سوق دهیم. در بخش دوم این کنفرانس نگاهی به تاریخچه 100 ساله جنبش زنان در ایران انداخته شد. سرور کسمایی، رمان نویس و مترجم شناخته شده ایرانی فرانسوی بر این باور است که پیروزی از آن زنانی خواهد بود که در طول یک قرن گذشته شیوه های گوناگونی را برای مبارزه و رسیدن به خواسته های خود در پیش گرفتند. من شک ندارم که زنها موفق میشن، برای اینکه این یک مبارزه 2-3 روزه نیست. همطوری که اشاره کردم این یک مبارزه 100 اندی ساله است، مبارزه ای که تشکلهای خودشو داشته، دستاوردهای خودشو داشته، شکستها و عقب نشینهای خودش هم داشته. زنهای زیادی یادمون فراموش نکنیم هما دارابی ها بودن، ویدا موحد تنهایی بلند شد رفت تو خیابون انقلاب. دختران انقلاب آغازگر مبارزه زن زندگی آزادی بودن 5 سال 6 سال جلوتر. بنابراین این مثل یک دو ماراتونه، مدام یک عده در واقع نقششون و جاشون رو میدن به یه عده دیگه و نسل به نسل همطور پیش میره. من تردید ندارم که پیروزی با زنای ایران. پیشگامی زنان در انقلاب سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بیانگر هوشیاری نسل دیگری از اتحاد زنان علیه تبعیض است. اتحادی که به باور بسیاری به خروش تازه‌ای برای شکستن دوباره سکوت خیابان‌ها منجر خواهد شد. تروسک صادقی، پاریس.